با درود به همه یاران ایران فردا. من اسم شما را نمیذارم تماشاگران، اسم شما را نمیذارم دنبال کنندگان برنامه های ما، اسم شما رو میگذارم قبیله عاشقان، آنهایی که عشق رو با ما قسمت میکنن، آنهایی که دل مشغول خانه پدری هستن. حالا چه اون کسایی که اون طرف پنجرن و ما که این طرف پنجره، هممون دلمون میتپه اگه ببینیم یه تیکه از سنگای البرز کوه کم شده، یه کسی نگاه نامحرمانه به دریای مازندران داره، به خلیج همیشه فارس. یه نکته رو براتون بگم، اتفاقایی که میفته آدم جالبه. در خرت و خورتا منم آخه تو این سالها از 50 سال پیش همینجوری این خرت و خورتا رو جمع کردم، دلم هم نمیاد از دست بدم، در نتیجه اینا همه هستن. داشتم میگشتم، این خیلی خرت و خورتم نیست، خودنویسی پیدا کردم، خودنویس شیفرز بسیار زیبا، کنارش هم اون بغل اسم منو نوشته شده و تقدیمی. کی گرفتم این رو؟ درست براتون بگم 39 سال پیش، 38 سال و نیم پیش. درس میدادم، دانشجویانم در پایان سال تحصیلی برای نشان دادن مهرشون و قدردانیشون به من، حالا فکر کنید بعضن سنشون هم از من بیشتر بود یا هم سن من بودن، این خودنویس رو به من دادن. به یادشون بودم، به یاد تک تکشون و اون سال عالی که باشون داشتم. ادبیات فارسی درس میدادم بهشون، دستور زبان و جامعه شناسی، و چه سال دلپذیری بود. درود بر همه اونا. به یادتون بودم و همیشه به یادتون خواست هستم. خودنویستونم امروز در برنامه من هست. خب چند تا نکته لازم رو توضیح بدم براتون. حضورتون عرض کنم که خیلی برنامه ناصر شاهین‌پر رو پسندیدید، بازگویی تازه ای از تاریخ، بسیار خوشحالم. میدونستم ناصر انسان عزیزی است برای من که نیم قرن دوست با هم بودیم، از همون نوجوانی، خیلی از همون زمانی که ناصر خاطراتشو داره مینویسه توی مجله فردوسی، و بعد چه شبهایی رو با هم گذروندیم تو خونه زیبای ناصر شمرون، برف هم میمد شدید، و چه زندگی قشنگی ناصر داشت. دست گشاده به همه رفقا میرسید، در گروه صنعتی بهشهر مورد عنایت لاجوردی ها بود و دائم در سفر. مسکو اومد، موزه لنینگراد رو برای من تعریف کرد یه بار که اصلا چشمام برق زد. ناصر هست. بعد به مرور که نگاه میکنید، دکتر سیروس مشکی. دکتر سیروس مشکی چهره آشنایی است، اما این برنامهش در ایران فردا ویژگی های خاص خودش رو داره. برنامه خانم دکتر خزایی، برنامه دکتر حسین لاجوردی، برنامه های ویژه‌ای که داریم آقای مهندس حسن شریعت مداری هستن، آقای دکتر سازگار، دکتر شهریار آهی، مورد توجه شماست. روی برنامه سیاسی دارم میگم. و بعد این طرف برنامه زنگ سلامت که چقدر پسندیدید و مرتب راجبش صحبت میکنید. از اون سو برنامه که به روان و درون انسان میپردازه، خانم دکتر خزایی، چقدر برنامه خوب. بعد میایم تو بخش انترتینمنت، برنامه آقای مسعود اسداللهی با شکل تازه‌اش، حالا تغییرات و تحولات مهمی هم در راهه که بسیار دوست دارید. برنامه شهبال شب‌پره، من خودم هفته گذشته مصاحبه هما میرفشار رو که میدیدم چند نوبت نتونستم جلوی عشق رو بگیرم، و همای عزیز خاطراتی رو به یاد من آورد که برام بسیار دلانگیزه. و شهبال کار خودشو میکنه. امیر قاسمی رو آورد، انسانی که اینو میخوام بهتون بگم،
در جمع این لس آنجلسی ها حرفایی میزنن پشت سر این پشت سر اون، اما چند تا آدم هستن که این آدم ها همیشه به من لطف داشتن، احترام گذاشتن. آقای ضیاء آتابای، آقای حمید شبخیز، آقای علیرضا امیرقاسمی. هیچ خطمون با هم در کنار هم نبوده. من سیاسی و این طرف بودم، اونها برنامه ساز درجه یک انترتیمنت و کارهای دیگه. البته آقای ضیاء مقدار سیاسی هست، ولی همیشه روابط توأم با احترام. وقتی دیدم با شهبال نشسته و صراحتا صحبت میکنه خوشحال شدم. برنامه گردآفرید الان تفاوتهایی کرده، شکل تازهی داره و امیدوارم هر روز جذابتر بشه. یه برنامه در راه داریم که به زودی خواهید دید، برنامه‌ای که فکر میکنم که حتما مورد توجهتون باشه. نگاهی به جهان، به حقوق بشر، به مسائل گسترده این وادی. و امیدوارم که، حالا زیاد توضیح بیشتر نمیدم چون از اول آگوست خواهد. و همینطور باید اشاره بکنم به برنامه‌ای که قبلا بهتون گفتم، چهره به چهره، که خودم انجامش خواهم داد و اونم فکر میکنم برنامه مورد توجهی بشه، چون مسائلی که تو این زمینه هست برای شما توجه برانگیزه. به هادی خرسندی اشاره کنم، با نهایت عشق و صمیمیت، با نهایت مهر، گرفتاری هاشو داره، همه رو داره، ولی انقدر ملتزمه به این برنامه، یه وقت دیر میشه زنگ میزنه به رامین میگه رامین جان داره میاد و آماده دارم میکنم، و این را جز لطف نیست. هادی خرسندی نیاز به دوربین نداره. هادی خرسندی، هادی خرسندی فنومنا پدیده، و کتاب شعرش در اومد که تمامی هفته منو مشغول کرد. چقدر زیبا مجموعه دفتر شعرش، قطور پر از شعرهای زیبا و حیرت برانگیز. قصیده رو میبینی 40 بیت، چقدر استوار. باران منتشرش کرده در سوئد، بارانم درود میفرستم بهش. مسعود عزیز همیشه کارهای تو قشنگ بوده، مسعود مافان، و این کار قشنگش هم در اومد. باز از کجا بگم که همکاران دیگه نگن آخه من راجب جمشید چالنگی لزومی نمیبینم. گفت خود گویاست، 5 روز او حضور داره و یک روزم که حالا خوشبختانه تازگی یه روز خودش تنها با جمشید چالنگی حرف میزنه. بسیار به نظر من کار مدت خوامم بهش اصرار میکردم این کارو بکنه. ماشاءالله عباس‌زاده رو بگم چقدر به کارش وارده. پریروز براش یه ایمیل زدم، گفتم ماشاءالله دست درد نکنه همکار عزیزم، برنامه فوق‌العاده بود. از گروه خبر براتون بگم، بچه های خبر واقعا زحمت میکشن. خانم فریبا شیرازی که دبیر سرویسه و از بامدادان همش در پی این که گزارش ها دقیق باشه، درست باشه، و بچه های دیگه گروه خبر همشون، هر کدوم من بگم، سعید رو بگم، رضا رو بگم، حالا فامیلاشون رو نمیگم شاید چون در پس پردن نمیخوان گفته، و امیر خسروجردی رو خب میدونید، باید بگم، همتون آشنا هستید باهاش. پیام رو بگم، مظهر نجابت و دوستی و مهر و صمیمیت. دیگه از کدومشون بگم؟ از گروه فنی بگم، از علی بگم که واقعا نگاهش که میکنی نجابت موج میزنه در چشمش. از رامین چی بگم بهتون؟ از صبح گرفتارش کردم، تفلک کار داره، قرار داره، میخواد بره. رامی جان یه نیم ساعت دیگه قراراشو به هم میزنم همش، سر موقع نمیتونه بره، ولی واقعا هیچ وقت ندیدم اعتراض کنه، چون عاشقه، چون عاشقانه دوست داره کارشو. فکر نمی کنه که داره برای پول کار میکنه، فکر میکنه داره یه کار فرهنگی میکنه، یه کار خدمتی به سرزمینش میکنه. از هومن بگم، دانشجویی که تئاتر میخونه، نمایش میگذاره، برنامه ها رو میچینه رو هم، ردیف میکنه، منظم میکنه، اینجا کم میاد، اینجا کس میاد، پر میکنه.
نمیدونم دونه دونه از کی بگم، از مدیر تدارکات قدرت بگم که همه دوستش دارن، از رحمت بگویم که واقعا همکار عزیزی است که گفت زندگی ما دست اوه. یه روز که میاد میگه وای میفهمیم دیگه چه بکنیم، نه دیگه میشه چکی کشید و نه کاری کرد. و از جمال بزرگزاده بگم، رفیق و یار و یاور و همدل و هر جا هم که کم بوده کس بوده جمال حاضر شده، از کار دیگه زده، وقت خودشو گذاشته که بیاد در تلویزیون حضور داشته باشه. نمیدونم کسی رو از قلم انداختم، فکر میکنم از رضا بگم، فیلمبردار نازنینمون، از بچه های صدا و سیما که فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. از ایمان بگم که دیگه دوستش دارید، خیلی ایمان دوستش دارید و میبینید در فهمیم سخن با اون صدای خوبش. از خود فهمیم سخن بگم، این یار و رفیق نازنین که هر هفته برنامه‌شو با دقت اول میخونم بعد میبینم و لذت میبرم، گاهی دوبار، بسیار انسان فوق‌العاده است، یک انسان فرزانه به معنای واقعی کلمه. از همکاران گروه فرهنگیمون محمد صفریان، یه دفعه برمیگردم به 5-6 سال پیش، روز اولی که اومد پیش من، از سایت شروع کردیم با هم و اومد و کم کم قابلیت ها و استعدادشو نشون داد. امروز هم در سایت هم در تلویزیون برنامه چارسو همراه با لیلا سامانی چقدر کار قشنگیه، برنامه چهره، برنامه چمتا که واقعا این بچه ولیعهد محمد صفریانه، خیلی دوستش داره و ما هم همه دوست داریم این برنامه رو. از پرسیس بگم، بانوی نازنینی که دختری یکی از عزیزترین دوستان منه، دوستان مدرسه و دانشگاه و سربازی و همه زندگی، چقدر قشنگ میاد برنامه‌شو اجرا میکنه و ترانه باران که اسمشو خود من انتخاب کردم، امروز یکی از برنامه‌های پربیننده تلویزیون ماست. میبینید چقدر برنامه داریم، یعنی همین یکی دوتا نیست. و از گروه، از محمد رضا شاهید بگم، شاهید 40 و اندی سال با من دوست و همکاره، تمام وجودش مایه میگذاره. من این هفته خیلی راجع به خودمون حرف زدم، ولی یه روز بعد بالاخره تو همین شما ایران فردا به اینا اشاره میکردم، شاهید پا میشه میره با هزینه خودش، میره وین، میره لوزان، مذاکرات رو دنبال میکنه، میره جنوب فرانسه، میره فستیوال کان، برای اینکه عاشقه، با عشق برنامه‌اش اجرا میکنه. دو هفته یه بارم با من میاد توی پنجره و کلی با هم گپ میزنیم و حال میکنیم. از آقای بختیاری بگم، خبرنگارمون در ترکیه، که چه انسان علاقمند، فعال، پرجوش و خروشه، بهنام ازش سپاس گذارم. از گروه امریکا بگم، باز یکی دو تا رو اشاره کردم، از خود علی لیمونادی، دوست و رفیق و همکار دیر و دورم، ما 33-34 سال من علی با هم کار میکنیم، آدم میتونه اختلاف سلیقه داشته باشه ولی همیشه با دوستی و مهر، و استودیو ما اونجاست و نهایت تلاش رو میکنه و امیدوارم که پایدار باشه و همکاریمون هر روز گسترده تر بشه. بعد همینجوری که میام یه دفعه میبینم مردی در اوج همون بالای البرز ایستاده، اونجا در کنار حافظیه، در کنار یادواره سعدی، شیراز رو با هم قدم زدیم، علیرضا میبودی بلند و بالا در همه زندگی من حضور داشته، برادر بزرگتر، هر جا سردم بوده دست گرما بخشش بر سر من بود و همیشه یار و رفیق صادق و جانانه، و واقعا دوستش دارم و افتخار میکنم که همراه و همکار ما هست. و البته در برنامه اونم چهره هایی رو میبینیم که کم کمک هر کدوم
در جایگاه ویژه‌ای قرار می‌گیرن. بنابراین از همه سپاسگزارم، از همه اونایی که در برنامه علیرضا هم هستن، به ویژه از دوست قدیمیم پیام دکتر اسماعیل نوری‌علا که لندن هم آمد. متاسفانه ما بخت دیدارش رو پیدا نکردیم و یکی دو روز که من در سفر بودم، بعدش هم در اینجا متاسفانه تلویزیون ما رو از همه چی مانع شد. از دکتر حسین لاجوردی هم گفتم که برنامهش کوتاهه ولی جذاب و پربیننده. ما دیگه در آمریکا کسی رو از یاد نبردیم. حسین حجازی عزیزم، رفیق نازنینی که هر بار به امریکا میرم با همه قلب و حضورش در کنار منه. ممنونم ازش که اینقدر لطف داره به من. از آرش هم باید بگم، آرش و سحر همسرش، این سایت زیبای تلویزیون ما، سایت زیبای خلیج فارس، یوتیوب چیز برنامه، فیسبوک مو، فیسبوک خود من، فیسبوک تلویزیون، همه دستپخت آرش و بانوی نازنین سحر است. از اونا هم سپاسگزاری میکنم. چه بگویم دیگه، از که بگویم. هر جا نگاه میکنم دوستان نازنینی هستند که یار و یاورمان، و خانم الهه خوشنام که به ما پیوستن و شما قرار برنامه هاشون رو در چارچوب پای حرفه ببینید که بهتون مژده میدم چند مصاحبه فوق العاده ایشون انجام داده و پوشش تلویزیون ما رو از نظر خبری هم در آلمان ایشون انجام خواهد داد. بله، خلاصه رقم همکاران همین جوری بالا میره و وظیفه من سنگین تر. ببخشید، من باید یک موضوعاتی رو برای شما شهر میدادم، باید میگفتم. البته خانم فریدا سبا هم همونطور که گفتم برنامه‌ای داره که از اول آگوست پخش خواهد شد. فریدا نیز همکار نازنین دیر و دور ماست که در سایه ولی حالا مستقیما حضور پربرکتش به تلویزیون ایران فردا خواهد آمد. امیدوارم هر روز این تلویزیون بیشتر مورد عنایت شما قرار بگیره. خیلی حرف زدم، بریم بشنویم حالا حرفهای شما. گلایه، مهر، همه رو میشنویم. هموطن عزیزم، بدرود به شما علیزاده. یه فیلمی من دیدم در یوتیوب، موضوع همین حضور شما در شب شعرهای سفارت آلمان. خواستم این که اونا تو فیلم بیشتر شخصیت ها میگفتن این ماجرا منجر شده به انقلاب 57، آیا واقعا میشه که از ریشه انقلاب رو دانست و حضور خودتون در این جمع اگه واقعا منجر به انقلاب شده چطور توجیه میکنید؟ آیا فضا یعنی واقعا فضای اختناقی بود که تو فیلم خیلی روش تاکید کردن، یا تو این فیلم مقدار زیادگویی هم شده است؟ ممنون میشم اگه توضیح بدید. دوست من، من عضو کانون نویسندگان ایران بودم، جوانترین عضو کانون. روزی که در تالار قندریز ما نشستیم، حالا تالار ایران بعدی اونجا صحبت شد یا تالار ایران قبلی، ولی قندریز، بنده مرحوم آل احمدم اعلام کرد از همه جوانتر بودم و عضو کانون نویسندگان. برابر این طبیعی بود وقتی کانون 10 شب شعر برگزار میکرد، منم که شاعر و نویسنده بودم به این شب شعر دعوت بشم و حضور داشته باشم. اتفاقا زمانی بود که من تازم از انگلیس برگشته بودم ایران، سال 56 بود و رفتم، منم شعر خوندم، 4 تا شعر خوندم اونجا. این که سازنده اون فیلم اشاره میکنه یکی از زمینه های انقلاب بود، من تصور نمیکنم. در اونجا البته حزب توده نوید اونجا توضیح کرد، اما در مجموع بسیار متمدنانه و زیبا مردمانی آمدن، شعر شنیدن، به حرفهای نویسندگان و روشنفکران گوش دادن و با آرامش مطلق رفتن. بسیاری از شبهاش یادم هست در خدمت بعضی از دوستان میمدیم، از اونجا میرفتیم در یه رستوران شام میخوردیم میرفتیم،
یک شبش خیلی قشنگ بود که هیچ وقت یادم نمیره، در خدمت یک دندان پزشک نازنین بودیم که امروز هم هست در ایران، و انسانی که نگاه ملی داشت و بسیارم من دوستش دارم، یادش بخیر، با این دوستان عزیز، با احمد کسیلا، اسقر واقدی، ای روزگار، حسین منزوی، و حالا از اون جمع خیلی ها نیستن. دنبال چی هستی عزیزم؟ همه ما در انقلاب مقصر بودیم، یا به قول محسن خاتمی در کودتای 22 بهمن. هموطن بعدی. سلام آقای نوریزاده، خیلی ممنون از شما و برنامه های خوبتون. خواستم تشکر بکنم، برنامه هایی که هر کدوم جا به جا بسیار مناسب و به مناسبت های مختلف اگر پخش میشه، در این حال کمکی هم هستش برای تعالای ملت ایران. و ازتون یه خواهشی داشتم که یه بار دیگه هم تماس گرفتم، آهنگی که برای تبلیغ مصاحبه شهبانو عزیزمون پخش میکردین که مراسم عروسی رو نشون میدادین، میخواستم بدونم اون قطعه چی هست، و همینطور قطعه‌ای که توی مصاحبه با ایشون زمانی که فقط تصویر رو نشون میدادین پخش میکردین که ویولون قشنگی داشت. ضمناً میخواستم ببینم آیا امکان داره که از آقای دکتر بهرام مشیری تو برنامه هاتون دعوت بکنین که از به قول مطالب ایشون هم ما چیزایی رو که یاد میگرفتیم همچنان بتونیم ادامه بدیم، یا اینکه خیر. براتون آرزوی روزای خوبی رو دارم و انشالله همیشه در کارهاتون موفق باشین. سپاسگزارم بانوی گرامی. آرش عزیزم، شنیدی این بانو چه تقاضایی داشتن؟ به عنوان کسی که سر اون مصاحبه واقعا زحمت کشیدی، تهیهش کردی، فیلم برداریش کردی، از ازت خواهش میکنم که این دوتا آهنگ رو برای من بگو، چه بود که من بتونم به این بانوی گرامی در برنامه آینده بگویم. من اسمش رو نمیدونم. در مورد دوست عزیزم بهرام مشیری، همونطور که میدونید ایشون کامیتمنت داره، ایشون در واقع التزام و تعهد داره به تلویزیون پارس و در اونجا برنامه اجرا میکنه. من یه بار در مورد آقای فروزندم اینو گفتم که من خیلی دوستش دارم، دعوتش هم کردم، ولی او به هر حال ملتزم به تلویزیون اندیشه بود و در اونجا کار میکنه، و من بسیار از این شیوهی که یه همکار از یه جای دیگه آدم بکشه بیاد طرف خودش دوست ندارم، این کار ناپسندی میدونم، مگر اینکه اون همکار خودش تصمیم بگیره این کارو بکنه. بنابراین بهرام مشیری رو بسیار حرمت مینهم و مورد احترام منه، ولی همونطور که گفتم ایشون در تلویزیون پارس برنامه داره، در تلویزیون پارس هم بسیار جالبه، خب شما دنبال میکنید در اونجا. هموطن بعدی. سلام عرض میکنم جناب نوریزاده، ضمن تشکر از زحمات جناب علی، همینطور آقای ناصر شاهین‌پر، دو تا نکته هست میخواستم عرض کنم در رابطه با بیانات ایشون در جلسه دوم برنامه هاشون. ایشون فرمودن که زبان فارسی پیش از اسلام بسیاری از لغاتش حتی در حد چند هزار واژه به زبان عربی وارد شده. من سوالم این هست که ایشون مشخص کنن که منظورشون از زبان فارسی چی هست، چون تا اونجایی که من میدونم زبان فارسی پیش از اسلام تو ایران نبود، در واقع زبان پهلوی شاید بوده یا زبانهای دیگه. زبان فارسی فکر میکنم که سالهای قرنها بعد از حمله عرب تو ایران رواج پیدا کرد. دومین نکته این که در برنامه سومشون اگر اشتباه نکنم ایشون فرمودن در رابطه با اینکه حمله اعراب به ایران منشأ تحولات مثبت در ایران شد و رشد پیشرفت دانش و غیر و ذالک، باز در حرفهای خود ایشون فرمودن که این وقتی میخوان مثال این پیشرفت رو بدن میرن سراغ حکومت‌های آل بویه سامانیان که در قرن ششم بودن. سوال من این هست که خب اگر حمله اعراب باعث پیشرفت شده، خب این پیشرفت باید همون تو قرون اولیه یعنی 100 سال 200 سال
دیگه سال اول مشخص میشد این حکومت آل بوی و سامانی در قرن ششم هم حکومت ایرانی هستن، این چه ربطی به عرب داره؟ من متوجه نمیشم. البته توضیحشون بسیار کمک میکنه به حل این مطلب. مرسی، خدا. بله دوست من، من میگذارم که ناصر شاهین‌پر عزیز خودش توضیح بده، ولی دو نکته رو من اینجا بگم. اولا وقتی زبان فارسی رو ایشون میگن خیلی طبیعی، زبان دبیره و زبان دری، زبانی که در دربار ساسانی صحبت میشده که بسیار شبیه به زبانی است که خب بیهقی هم باش صحبت کرده و نوشته و به مرور به ما هم رسیده، ضمن اینکه این زبان بعد از اسلام غنی‌تر شده با واژه‌های جدیدی که بهش وارد شده. هر زبانی در دنیا نیاز به واژگان جدید داره. من یادم است یه وقت داشتم متونی رو میخوندم، متوجه شدم که مثلا 1400 لغت از زبان آلمانی وارد زبان انگلیسی شده و شکل و صداشو به کلی از دست داده و به گونه دیگری شده و گهگاه معانی تازه‌ای هم پیدا کرده، ولی ریشه در زبان آلمانی است. از لاتین هم اومده، از زبانهای در روسی هم اومده. یا در زبان ما، من یادم پهلوی وقتی پیش زندیات دکتر مهرداد بهار کلاسی داشت در خیابون تخشمشید میرفتیم، روز سال اول دانشکده، من خیلی علاقه‌مند شده بودم به زبان پهلوی، رسیدیم به مبحث حوزوارش، لغاتی که از زبان سغدی، از زبانهای ماوراءالنهر وارد زبان پهلوی شده بود و می نوشتی یه جور دیگه می خوندی. این نپشتک را وزیدگی های زادسپرم کریتون، ولی این نوشته بود، ولی می خوندیم این نپشتک وزیدگی های زادسپرم خوانند، این نوشته را برگزیده های زادسپرم خوانند. خب این زبونی که من الان میگم یه ذره دقت کنیم، خب این زبون همون دوران ساسانی، همون زبان فارسیه و حالا اسمش دری بوده یا دبیره بوده، دبیره دری بوده، اینا زیاد تغییری در اون مسئله نمیده و این زبان بعد از اسلام غنی شده، قوی شده، تعداد وکبلریش و لغاتش زیادتر شده چون محدود بوده یه مقداری، زبان علمی شده، زبان فلسفه شده، فرهنگ شده، دیانت شده، فقاهت شده و گسترش پیدا کرد. در مورد ببینید اصولا تلفیق فرهنگ ها باعث زایش فرهنگ غنی تری میشه. هارون الرشید این زمینه رو فراهم کرد، عثمانی ها هم این کارو کردن، شاه عباس هم این کارو کرد. ببینید وقتی فرهنگ های مختلف، ملت های مختلفی که حالا باشون میجنگی تحت سلطه قرار میدی، این ملت ها فرهنگ و آیینی دارن، میاد با فرهنگ و آیین جدید مخلوط میشه. مثلا میگن آقا عربا بیابانگرد و غیره بودن. نه عزیزم، اونا هم اگر تاریخشون رو نگاه بکنید، اگر نگاه بکنید از ماوراءالنهر، از عراق امروزی و برید به حجاز و بعد به یمن و به شامات و بعد مصر و اینجاها برید، دارای فرهنگ و تمدنی بودن که بعضن منشأ عربی داشته و بعضن منشأ فنیقی، منشأ قبطی و منشأ های مختلف داشت که بعد اینا جمع شده اومده شده در امپراتوری عباسیان در اسلام تبدیل شده به یک کلان فرهنگی که زبان عربی بوده، نستوری بوده، یونانی بوده، اغریق زبان فارسی بوده، همه اینا در اونجا حضور داشته و بنابراین اینا مجموعش میاد به ایران. خب معلومه پادشاه سامانی به پارسی سخن میگفته ولی به خلیفه به عربی نامه مینوشته، خطبه رو در نماز جمعه روز جمعه به زبان عربی میخوندن. اون دو قرنی که شما میگی که زندیات دکتر زردینکوب میگه دو قرن سکوت، دوران مصیبتباری بوده اون زمان. اون زمان فاتحان جدید که به هیچ وجه تعالیم پیامبر اسلام هم رعایت نمیکردن، تبعیض نژادی ایجاد کردن، اونا تو سر ایرانی ها میزدن که تو باید از زبان آبا اجدادی دست برداری، ولی ایرانی ها بچه هاشون رو میبردن روز جمعه به دشت به بهانه نماز و زبان فارسی بهشون یاد میدادن. چجوری این زبان موند؟ همینطوری. بعد داستان هزار فرزانه رو
که زنده یاد دکتر مقدم برای ما روایت کرده بود، اون رو هم از یاد نبریم. این لشکر گارد جاویدان که همیشه 10,000 نفر بودن، 1,000 فرزانه نیز در ایران بودن، شاید از اهل پار، از زمان پارتا، که اینا وظیفه خود رو پاسداری از فرهنگ و زبان می دونستن. یکی بقالی بود در اردبیل، یکی بزازی بود در مرو، آندگلی در اهواز بلمرانی بود، ولی اینو فرزانگان بودن و بعد به بعدیشون منتقل میکردن، که من تردید ندارم مقدم و پور داوود و زرین کوب و اینا همه جزء این 1,000 فرزانه ها بودن. بله، این آدم نگاه که میکنه به تاریخش، دکتر یار شاطر، این بزرگان، دکتر احمد مهدوی دامغانی، اینا دیگه نظیر نداره. هموطن بعدی. خیلی ممنون از برنامه‌های خوب شما. می‌خواستم، این چهارمین بار من مسیج می‌ذارم، از لندن زنگ می‌زنم ولی پخش نکردین، ولی اینو ازتون خواهش می‌کنم پخش کنین، برای اینکه یه دلایلی از همکار شما داشتم، من همکار تلویزیونی آقای شهرام همایون. ما چند نفریم این یه... ببخشید بانوی عزیز، من چون میگم اینا رو نمی‌شنوم، بنابراین متاسفانه پخش میشه. من اصلا موافق نیستم بانوی عزیز یا آقای عزیزی که گلایه‌ای دارن از دوست و همکار من آقای همایون، اینو به تلویزیون من بگن. خب به خودشون بگید، درست نیست. و اجازه بدید ما وارد این جریانات نشیم. کانال یک تلویزیون آقای همایونه، سایت دارن، ایمیل دارن، شما میتونید اونجا اظهار نظر کنید مثل خیلی های دیگه، ولی اینجا این گله رو نکنید. سپاسگزارم ازتون، میبخشید. حتما دفعه پیش هم همینجور بوده که صداتون پخش نشد. من پوزش میخوام ازتون، من اصلا وارد این بحث ها نمیخوام بشم. من نظری داشته باشم راجع به تلویزیون یا برنامه‌ای، خودم با صراحت میام میگم، ولی مسائل درونی و خصوصی، یه بار دیگه اینجا صحبت شد راجع به وسائلی که فروخته شده و به موقع حمل نشده، و من براتون گفتم این مشکلات وجود داره. شما چیزی رو سفارش دادید، تموم شده، تا سفارش بدن دوباره بیاد زمان میبره، ممکنه یه ماه دیرتر به دست شما برسه، اما سوء نیتی که در کار نیست. بنابراین یه خود تحملامون رو بالاتر ببریم، به شایعات گوش ندیم، سعی کنیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. اونا هم خیلی زحمت میکشن، بعد دادم اینا رو هم در نظر بگیرم. هموطن بعدی. با تشکر بسیار از زحمات دستندرکاران اجرای برنامه های تلویزیون ایران فردا، میخواستم یه خواهش ازتون بکنم. من امروز منتظر قسمت بیستم برنامه چهره بودم، البته هفته قبل به خاطر تکرار برنامه بخش دوم برنامه ندا قطع شد. بعد این هفته هم به منطبه چمتا رو با اینکه سری اول اجرا کرده بودی افتاعتی دو ساعت قبل مدادن تکرار شد. میخواستم خواهش کنم این سریالو تا آخرش دیگه چیزی هم نمونده، چون تا شماره 19 شما آمده بودید جلو، اینو کامل کنید، چون این به هر حال برای ماها که قدیمی تر هستیم یه بخشی از خاطرات ماست و خاطرات جوان دوران جوانی ماست. و من این تلفنی که شما از طرف یه چند نفر مثل خودم به شما دارم تلفن میزنم و تقاضا میکنم، بنابراین خیلی ممنون میشم که این قسمت رو ادامه بدین و تا آخر پیش بدین، چون که ما خیلی علاقه داشتیم به این برنامه. یکی این برنامه تونی که قلم فرسودن، اینا دوتا برنامه هاییه که یه خود از این حالت جدیه چیزی میاد بگون در این، خب یه بخش از گذشته رو مرور میکنه و این خیلی با ارزشه. امیدوارم که این تقاضای ما قبول بشه و من قبلا پیشا پیش از شما و دستاندرکاران برنامه تشکر میکنم و منتظر شماره بیست هستم. قربان شما، خیلی ممنون، خداحافظ. حتما بانوی گرامی، شما نمیدونید من خودم این دوتا برنامه چقدر دوست دارم. اصلا قلم فرسایان که علی رغم اینکه تکرارش هم پخش کردیم، باز من گفتم هفته یک بار پخش بشه، چون قراره یک پروداکشن جدیدی بخشای دیگری رو هم تولید بکنه، ولی فعلا دوست دارم این برنامه رو. فوق العاده است این برنامه، از صدای گویندگانش
تا نویسندگانش، تا نوع اجراش، تا نوع تهیهش بی نظیره. و همینطور چهره، به هر حال ما این چهره رو دوست داریم، همونطور که شما گفتید باهاشون زندگی کردیم. برنامه راجع به مرلین مونرو یا مارون براندو، چهره رو اودری هپبرن و زل زدم، مات موندم. حالا در یک شکل تازه باز چهره رو هم خواهید دید. سپاسگزارم. چشم، اون هم پخش خواهد شد. هموطن بعدی. با سلام و عرض ادب به جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همکاران محترمشان. جناب آقای دکتر، من شخصی هستم حدود 84 ساله. تا آنجا که به یاد دارم ایران ما و حتی خاورمیانه در این سالهای اخیر دچار این نابسامانی ها نبوده است. به قول آقای سازگارای عزیز، کل منطقه را به آتش کشیدند و به طور کلی امنیت و زندگی در خاورمیانه به خطر کشیده شده که معلوم نیست به کجا می انجامد. بیایند مسئولین کل جهان فکری برای آینده ملت‌های مظلوم انجام دهد. با تقدیم احترام، با تشکر از کارگردانان عزیز شما، جناب آقای آرش عزیز و رامین عزیز، خدا نگهدار. سپاسگزارم. چقدر خوشحال شدم این دوست نازنین اشاره‌ای به همکاران ما کرد. همیشه چون پشت صحنن کمتر کسی به یاد میاره که چه زحمتی اونها میکشن، در دل شب داره مونتاژ میکنه، موزیک مناسب پیدا میکنه، چجوری اینجا رو دیزالو بکنه، چجوری اینجا رو فید اوت بکنه، و با عشق. هموطن بعدی. درود بر تمام کارکنان محترم ایران فردا. دوباره تلفن زدم خدمتتون که بگم که صدای عرض کنم که فرستنده شما و تفسیر خبر آقای چالنگی که الان داره پخش میشه همون حالتی که قبلا گفتم، هم صدا بده هم تصویر، از آستین البته، چون من با جیل باکس میگیرم شما رو. خواهش میکنم از کارکنان فنی اگر امکان داره کنترل بکنن، اینو درست بکنن که ما بهره از زحمات شما ببریم. شب و روزتون خوش. سپاسگزارم دوست من. راجب جیل باکس من با عطای معینی نازنینم صحبت کردم، گفتن حالا یه وقتی یک اخلالاتی پیش میاد، ولی در مجموع تمام تلاش برای اینه که برنامه همون جور که روی ساتلایت هست عیناً با همون کوالیتی به شما منتقل بشه. فکر کنم زیاد وقت نداریم، من این دفعه خیلی حرف زدم. پیام بعدی رو گوش میدیم. سلام، خسته نباشید. در مورد آقای فردین ناصر شاهین بعد تاریخو که میگن، اگه از ابتدا شروع بکنن، یعنی از قبل از هخامنشیان، خب تاریخ از مبدا شروع کنن خیلی بهتره. و زمان پخش برنامه‌هاتون هم لطفا خیلی تکرار کنین، چون همیشه اگه تکرار بکنید زمان پخش و تکرارش رو خوب بهتره، یعنی زمانش رو اعلام کنید، بیشتر اعلام کنید بهتره. مرسی. سپاسگزارم بانوی گرامی. چشم، حتما این کار رو میکنیم و داریم در سایش هم هستیم که بیشتر پیشاگهی به شما بدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده شما رو تا هفته آینده همین ساعت همین جا به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود.